10 دلیل برای مهاجرت به ترکیه را قرار توی این ویدیو با هم صحبت بکنیم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. دوستای گلم سلام، به یه ویدیو دیگه از ریوی شو خوش اومدید. من شاهین هستم و کلی ویدیو درباره ترکیه براتون تولید میکنم و امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگه تا حالا ویدیوهای دیگه من ندیدید، برید حتما نگاه کنید و دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید و یه لایک زیبا هم برای من بذارید. اولین دلیلی که شما رو مجاب میکنه به ترکیه مهاجرت کنید فرهنگشه. فرهنگش نزدیک به فرهنگ ایرانه و خیلی راحت باهاشون ارتباط بگیرید و از لحاظ امنیت و آرامش هم اینجا میتونید خیلی راحت باشید. یعنی اینجا افرادی که با حجاب هستن راحت میچرخن، افرادی که بی حجاب هستن اینجا راحت هستن. گاه هم میبینید که اینجا افرادی که بی حجاب هم با حجاب با هم دیگه دوست صمیمی هن، یعنی همچین چیزی داره، اینا همشون کنار هم دیگه دارن زندگی راحت میکنن. دومین موردی که میشه بهش توجه کرد اجاره خونه است. شما توی ایران بخواید یه خونه اجاره بکنید باید حتما یه مبلغی رو به عنوان رهن به صاحب ملک بدید و ماهانه اجاره بالایی هم تقریبا بدید تا از اون خونه استفاده بکنید. تازه خونه خالی هستش و هیچ آپشنی برای شما نداره. ولی توی ترکیه اینجوری نیست. توی ترکیه شما با پرداخت دو تا دپوزیت، یعنی دو تا اجاره به صورت دپوزیت که همون رهن تقریبا میشه ولی خیلی ساده تره و یه دونه اجاره هم که اول ماه میدید خیلی راحت خونه رو به دست میارید و میتونید راحت اونجا زندگیتون رو بکنید. شما تو ایران بخواید خونه 80 متری مثلا اجاره بکنید، توی ایران 150 تا 200 تومان باید پول پیش بدید، 5 تا 10 میلیون تا 15 میلیون تومان، حالا قیمت دقیق ایران ندارم الان، یعنی قبلا اینجوری بود یادمه که قیمت ها خیلی بالا بود. شما 5 تا 10 میلیون میدادید بابت اجاره ماهانه، بعد کلی هم که پول رهن داده بودید. ولی اینجا اینجوری نیست، اینجا دو تا دپوزیت میدید، دو تا اجاره رو جلو به صاحب ملک میدید و ماهانه هزینه اجاره هم که اون اول ماه پرداخت میکنید و راحت زندگیتون میکنید. خیلی ساده تر میتونید زندگیتون اینجا انجام بدید. بعد تازه خونه ای که میگیرید ممکنه توش وسایل هم داشته باشه، یعنی با مبل و لباسشویی و یخچال و وسایل دیگه بهتون خونه رو ارائه میدن. همچین آپشنی توی ترکیه هست. مورد سوم آب و هوای ترکیه است. ببینید ما الان مثلا استانبول رو بعد نظر دارم بهتون میخوام بگم. استانبول یه جای مرکزی پر از ماشینه، پر از شلوغیه، کلی کارخونه اینجا هست و چون از دو طرفش دریا هست و آب و هوای اینجا جوریه که همیشه باد داره، همیشه هوا تمیزه و آسمون آبیه و هوای تمیز و شما اینجا تنفس میکنید. ولی تو تهران یا مثلا تبریز یا شهر صنعتی بخوام بگم اونجا اونجوری نیست. تو تهران که من یه سفر کاری داشتم برای 5 روز از اینجا بلند شدم ایران کارامو انجام دادم برگردم، تو اون لحظه اولی که وارد تهران شدم چشام داشت میسوخت، انقدر آلودگی هوا زیاد بود اونجا. بعد یه مدتی هم دور بودم سر همین عادت نکردم دیگه به اون هوا، تضاد تو قشنگ احساس کردم. اینجا آب و هواش بهتره، برای هر کسی که بخواد اینجا زندگی کنه خیلی راحته و واقعا واسمون قشنگی هم داره. مورد چهارم هزینه خورد و خوراکه. ببین توی ایران قیمت گوشت، مرغ و خیلی چیزهای دیگه بالاتره نسبت به درآمد خود ایران، ولی اینجا حداقل اگه بخواید گوشت بخرید، شخ کرده بخرید، اینجا همه این چیزها رو قیمتش ارزونتره، میتونید راحت‌تر تهیه کنید و با درآمد توی اینجا هزینه بهتون فشار نمیاره، هزینه های خورد و خوراک و اینجور چیزا. ولی توی ایران اینجوری نبود و طعم غذاهای اینجا بعضی از غذاش واقعا فوق العاده است. درسته مثلا غذای ایرانی یه چیز دیگه است، واقعا فوق العاده است، ولی یه سری طعم‌ها و غذاهایی که اینجا دارن جذابه و من واقعا خیلی دوست دارم. مثلا یه نمونهش کوکورش. کوکورش خیلی غذای باحالیه، تو ایران اصلا نخورده بودم ولی اینجا خیلی دوست داشتم. عکسش هم برای این بغل میذارم که ببینید چیه. مورد پنجم کار با شرکت های بین المللیه. شما اگه توی ترکیه باشید میتونید از طریق یه سری سایت های فریلنسر با کل جهان کار بکنید و خدماتتون ارائه بدید و ازشون حقوق دریافت کنید.
برای اینکه توی این سایت عضو بشید و بتونید کار بکنید، ماهانه یه هزینه باید بابت اشتراک پرداخت بکنید. اگه توی ایران باشید که کارت بانکی ندارید که ویزا کارت یا مستر کارت باشه بتونید پرداخت بکنید، وابسته میشید به یه سری شرکت ها مثلا ایرانی کارت. اینا کارتون انجام بدن و جدا از اون بخواید پول بریزید دوباره بره تو حساب اینا و دوباره پول بره تو حساب همچین شرکتی، بعد شما پولتون رو ازشون دریافت کنید و کارمزد ازتون میگیرن. ولی اگه حسابتون تو ترکیه باشه و خودتون تو ترکیه باشید، خیلی راحت میتونید با این شرکت ها کار بکنید، تو این سایت کار بکنید، کار بگیرید، انجام بدید و به دلار درآمد داشته باشید. و جدا از اون یه سری سایت ممکن تو ایران باز نشه، یا مثلا فایلایی که میفرستن سرعت اینترنت تو ایران پایینه و نمیتونید خیلی راحت اینترنتتون رو و نمیتونید خیلی راحت فایلتون رو دریافت کنید و فایلتون رو ارائه بدید. مثلا اگه ادیت فیلم انجام میدید اینجا ترکیه با سرعت بالا میتونید فیلم دریافت کنید و ادیت بزنید و واسهشون ارسال بکنید. مورد ششم اینترنته. اینترنت اینجا فیلتره به نام مثلا مثل ایران نداره. فیلتر ایران چجوریه؟ یوتیوب فیلتره، توییتر فیلتره، فیسبوک فیلتره، تلگرام فیلتره. اینجا همچین فیلتری نداریم و سرعت این سایت خیلی بالاست. تا کلیک میکنی باز میشه. یه دونه ویدیو تو یوتیوب میخواید نگاه کنید بدون لگ و راحت میتونید تماشا بکنید. یا مثلا فیسبوک رو میخواید راحت استفاده میکنید. جدا از اون توی تلگرام فایل میفرستید، خیلی راحت میتونید فایل بگیرید. اینجا فایل گیگی میفرستید میگیریم. توی ایران من یادمه 100 مگو میخواستم بفرستم، دو روز درگیرش بودم. فایل نمیرفت چون با وی پی ام میومدین داخلش، بعد سرعت اینترنتم خیلی داغون بود و کلا سرعت خیلی پایین بود دیگه. چجوری بگم بهتون؟ دیگه خودتون قشنگ لمسش میکنید، درکش میکنید. هفتمین مورد امیدواری به زندگیه. اینجا همه دارن تلاش میکنن و ایرانی ها اینجا به فکر اینن که از اینجا مثلا به جایی بهتر برن، یا اینجا بیان شهروندیش رو بگیرن، یا به جایی بهتری برسن. تلاش رو قشنگ لمس میکنید و اینجا انگیزه دارن، میدونن به یه چیزی میرسن اگه تلاش بکنن. ولی تو ایران همچین امیدواری نیست. من خودم تو ایران داشتم کار میکردم، واقعا امید نداشتم سال بعد به جایی بهتر برسم، چون واقعا نمیرسیدم، چون شرایط کشور اصلا نه کمک میکرد، نه آپشنی برای ما داشت، نه چیزی. فقط میدویدیم که روزمرگیمون رو بگذرونیم. اینجا همچین قضیه نیست، ولی اگه درست بیاید اینجا با توریستی و اینجا چیزا، به فکر اومدن به اینجا نباشید. اینم لابلایش بگم بهتون که همیشه اشتباهی نکنید. هشتمین مورد بانک ها و استفاده از کارت بانکی در سطح بین الملل. ببینید ما الان حالا چون ایرانیم اینجا یه ذره محدودیت توی ترکیه داریم، ولی باز من با این کارت مثلا از سایتی که توی چین هست میتونم خرید بکنم، یا از خود این اینستاگرام میتونم خرید بکنم، مثلا ویدیومو تبلیغ کنم، توی یوتیوب میتونم ویدیومو به اشتراک بذارم و تبلیغ کنم. یه همچین چیزایی برای من بازه، چون اینجا ویزا کارت و مستر کارت داریم. توی ایران همچین آپشنی نداشت. اینجا اینستاگرام یه قابلیتی داره که میخواید تبلیغ انجام بدید، تبلیغ محیطی انجام میدید، یعنی به صورت اسپانسرینگ میرید اونجا هزینه میکنید، یه پولی پرداخت میکنید و تبلیغتون به 5000 نفر تو اطراف خودتون به نمایش در میاد. این خیلی آپشن خوبیه که تو ایران اصلا نیست و اینجا فقط میتونید انجام بدید. نهمین مورد دسترسی به سفارت هاست. شما اگه قصد مهاجرت از ترکیه به کشور دیگر داشته باشید، بیشتر سفارت ها توی ترکیه هستش، میتونید برید اونجا و درخواستای خودتون ثبت بکنید و پیگیری کاراتون انجام بدید. سر همین ترکیه بودنتون باعث میشه که سریعتر کاراتون انجام بشه، تا اینکه از ایران هی بخواید بیاید برگردید و به نتیجه نرسید. دهمین مورد که خیلی برای خودم جذاب، آموزش های رایگان توی ترکیه است. شما اگه اقامت توی ترکیه را داشته باشید، اینجا یه کلاس هایی هستش به نام ایسمک. کلاس های ایسمک رو میرید توی هر حوزه‌ای، برنامه نویسی، خیاطی، آرایشی، بهداشتی، یا تخصص های مثل مکانیکی و خیلی چیزهای دیگه فکر کنم توش هست. حالا دقیق نمیدونم مکانیکی و اینجا چیزها رو، ولی بیشتر آپشن ها رو توش گذاشته. من کد نویسی حتی دیروز پریزشم نگاه میکنم، کد نویسی، تبلیغات سوشال مدیا، یعنی آموزش همش رو گذاشتم براتون به صورت کاملا رایگان. فقط باید برید توی سایت ثبت نام کنید و توی کلاس ها شرکت کنید. حالا شاید از دیدگاه شما 100 تا دلیل دیگه برای مهاجرت کردن به ترکیه باشه. اگه دلیلی به ذهن شما میرسه توی کامنت ها برای من بنویسید که منم بدم دلیل های دیگه هم از دیدگاه شما چی میتونه باشه. این برای من خیلی جذاب میتونه باشه. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یه لایک زیبا بذارید که انرژی بیشتری بهم بدید، و اگه کانال رو تا حالا سابسکرایب نکردید کانال رو سابسکرایب کنید.
زنگوله بغلش هم بزنید که ویدیو جدید گذاشتم بهتون اطلاع بده و کلی ویدیوهای جالب و باحال براتون دارم. حتما همراهی کنید و حمایت کنید که ویدیوهای بیشتری بتونم براتون تولید بکنم. تا ویدیو دیگه، خدا حافظ.